برادران عزیز، دیپلماتان و کارمندان کنسولگری استانبول، از هرچی اولتر از شما تشکری میکنیم که در تحولاتی که در این 30 سال گذشته آمد، شما کنسولگری و خدمات کنسولی با خوبی مدیریت کردی. خوشحال هستیم. تا جایی که ما معلومات داریم مراجعین شما هم خوشحال است. از خداوند برای شما توفیق می خواهیم و چند نکات خدمت شما عرض می کنیم و یه هست که یک سفارت و یک کنسلگیری خانه همه مردم افغانستان هست. همه هموطنان ما و شما که در ترکیه زندگی داره، یا از خاطر مهاجرت، یا از خاطر غربت، یا از خاطر تجارت، خانه مشترکشان همین کنسولگری و سفارت هست. وقتی که یک کس به خانه خود میره و در خانه خودشان عزت و اکرام نشود، طبعا ازرده میشه، ازار میشه، خپه میشه، با دعا میکنه. مردم افغانستان بسیار رنج دیده، بسیار تکالیف دیده. هیچ کس با خوشی و از دل خود وطن خود را ترک نمیکنه. وقتی که اونها اینجا آمده مزدوری میکنه، غریبی میکنه و از سراسر ترکیه به صدها کیلومتر مزل میکنه، میای یک کارش در کنسلگری بند از خلاص میکنه، شما باید از هر چه اولتر اکرامش بکنی، عزتش بکنی، کارش به زودی خلاص کنید. این نمی دستور ما است، این نمی سیاست ما است، این نمی پالیسی ما است، این نمی پروگرام ما است. پیلن که خداوند متعال بعد از 45 سال ارزانی کرد و به هموطنان ما و شما یک حکومت مرکزی نصیب کرد که به همه ولسوالی ها و قریجات افغانستان مسلط است و هیچ نوع تنظیم بازی و قوم پرستی و سمت پرستی وجود نداره. پس شما نمایندگان امین نظام مسئولیت داری که دلجویی همه مردم بکنید. شما میتانید که بخاطر خدمات خود که شما پیش میکنی، بخاطر اخلاق خود که با مراجعین میکنی، که همین پیغام وحدت و برادری و خدمت به همه برسانی. ما از شما دیگه هیچ تقاضا نداریم. اینجا هیچ موضوع شخصی مطرح نیست، موضوع ملت مطرح است، موضوع اخلاق اسلامی و افغانی مطرح است و خدمات مطرح است. ای برادرها که سابق اینجا کار کرده، برادرها که نو آمده، همه برادر یک دیگه هستین. یکی یک نام خوب شما به کابل می آید، یا امینجا در ترکیه شما را به نام نیک و به خوبی یاد می کنه، هم نیکنامی دنیا و هم کامیابی آخرت هست. خداوند به شما تعلیم داده، صحت داده، فرصت داده، معاش برات مقرر است. در این طور حالت اگر خدمت نکنید ناشکر میشه. ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم، چی میگه پروردگار عالم؟ ان عذابی لشدید. اگر ناشکری میشه، خدا عذاب خداوند خیلی سخت است. امیدوار هستیم که آینده خدمات شما دیگه هم شفاف باشه، روشن باشه، خوبتر باشه. اینمی افتخار ماست، اینمی آرزوی ماست. و الحمدلله در اینمی اواخر شما شاهد هستی که در عرصه دیپلماتیک دستاوردهای خیلی بزرگ و کلان داشتیم. امارات متحده عربی سفیر ما و شما را قبول کرد. کشور همسایه ازبکستان سفیر ما و شما را قبول کرد. ترکمنستان و
قزاقستان 16 اپریل ما و شما را قبول کرد و کشورهای دیگه هم هست که انشالله در روزای نزدیک یک تحول خوب انشالله میبینیم. همچنان چون که استانبول دروازه اروپا هست و در اروپا ما 3 سال وقت دادیم به دیپلمات های سابقه که تعامل بکنه با مرکز، اطاعت بکنه از مرکز، خدمت مردم بکنه، ولی متاسفانه بعضی حاضر نشدن. بالاخره مجبور شدیم که بعضی از سفارتخانه ها و کنسلگیری ها اسنادشان فاقد اعتبار اعلان کردیم. در منطقه هیچ مشکلی نداریم، پروژه های بزرگ بزرگ شروع میشه، امنیت سرتاسری تامین است، مواد مخدر صفر شده، کرنسی یا افغانی ما و شما در مقابل آثار خارجی خوب قدر و عزت پیدا کرده، بالا رفته، نرخ ها کنترل هست. این همی برای ما و شما همی بشارت میده که انشالله آینده ما و شما روشن هست. دیگه وقتی شما را نمیگیریم چون که وقتی کار است، شاید مراجعین در انتظار است. باز هم خوشحال هستیم که شما را یک جای میبینیم و در فضای اخوت و برادری و اطاعت قرار دارید. از خداوند برای شما توفیق میخواهیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.